به قول یه دوستی داشتیم میگفت این نظام های اینجوری نگاه به ظاهرش نکنیم به شوخی میگفت تئوری فیس یه مرتبه فیسشون در میده کی فکر میکرد شوروی یه مرتبه بپاشه هستم اتفاقاً ببینید نظام جمهوری اسلامی خودش بیشتر از هر چیزی میداند شبیه شوروی شده شبیه نظام کمونیستا شده برای اینکه تصادفی هم نیست یعنی اگر من بخوام بگم به دو چیز خیلی شبیه یکی شبیه قاجاریه و قرن 19 ایران شده برای اینکه اون تئوری اسلام فقاهتی رو که حکام قاجار با مشارکت با روحانیت در قرن 19 به اجرا در می آوردن دوباره اون تئوری بخش بزرگی از تئوری این نظام بوده دوم شبیه کمونیستا شده شبیه به خصوص شوروی همون فسادها همون ساختار همون سازوکارها به همین دلیل هم این نظام های می بودی بیشتر از هر چیزی از سرنوشت شوروی میترسه عناصر دستن در کارش از خود آقای رهبری تا سپاهیا تا در خیلی وحشت دارن از اینکه سرنوشت شوروی بشه بپاشن از هم و فرو بریزن ترس بی جایی هم ندارن برای اینکه شوروی که البته حالا یک ابرقدرت بود در عهد خودش به اندازه های ایران به اندازه های خود ایران این ترسشون بیجا هم نیست این نظام شما به جست و پست و نمیدونم از قیافه هایی که برای ملت میگیره نگاه نکنید ببینید نظام های حکومتی روی باید برای موندگاریشون دو عنصر مهم احتیاج دارند مشروعیت و مقبولیت مشروعیت به معنی لژیتیمیسی حقانیت حکومت نه معنی شرعی بودن یعنی باید مردم یک نظام رو بدانند که باور داشته باشن حقانیت داره حق داره حکومت کنه دیک دموکراسی بزرگترین مزیتش این است که انتخابات به انتخابات با رأی دادن مردم در واقع حقانیت میبخشند طبق تعریف حقانیت و حکومت از رأی مردم در میاد مشروعیت نظام های حکومتی مهمترین عامل ماندگاریشونه مثل عروسک روسیه راشیاندال بقیه چیزها از دل مشروعیت بیرون میاد و مقبولیت نظام ها مقبولیت نظام ها تابع کارآمدیشونه یعنی مردم دوستش داشته باشن قبولش داشته باشن مهمترین فانکشن هر نظام حکومتی امنیت در درجه اول برای مردم بعد شکم و زندگی مردم گرسنگی و فقره و کاری که بعد ایجاد بکنه بعد در البته تاریخ... عوامل دیگه است من در تاریخ سلسله هایی به شما نشون بدم نه مقبولیت داشتن نه محبوبیت داشتن نه حقانیت داشتن ظلم میکردن ستم میکردن 500 سال دوام آوردن 700 سال دوام آوردن آقای هایی که تازه یه قوم قوم مهاجم که به این مملکت به این سرزمین شبیه خون زدن بخش از این دنیا رو گرفتن این اون روز 190 سال عمر کردن 198 سال ببینید اولا در ادوار گذشته بس فرق می اخون... کرده بوده بر تعریف کره شمالی سه نسل در یه دوره الان 60 ساله فرض کنید دارن رو کمت نه محبوبیت دارن نه مقبولیت دارن نه حقانیت دارن نه در جهان که اونها رو به رسمیت میشناسه ولی دیر یا زود ببینید من نمیگم اتوماتیک سرنگون میشن مردم هم باید تلاش بکنن آفر حالا شو بله پس به نام اراده هیچ مردم هیچ تو این دنیا ای لیس انسان الا هیچ چیزی درست جز به سعی و کوشش به دست نمیاد و نظام ها یه حکومتی اتوماتیکی نه میان پایین نمیرم بالا و در ادوار گذشته ببینید الحق و لمن غلب در واقع هر کسی که غلبه میکرده بزرگان تئوری پرداز هم حق رو به کسی میدادن که با شمشیر پیروز میشه نظام های سلطنتی در ادوار گذشته مشروعیت پیدا میکردن وقتی میگرفتن کسی اما و چرا نداشت امروزه تعریف مشروعیت نظام های حکومتی عوض شده امروزه شاید مهمترین پایگاه مشروعیت نظام های حکومتی باز تو مقبولیتشونه یعنی حتی نظام های دموکراتیک که با رأی مردم باز تولید میکنن مشروعیت وقتی که نتونن مشکل مردم ها حل کنن دچار تزلزل بیشن منطقه خب زیرکی نظام های دموکراتیک این است که این تزلزل رو با ساز و کارهای قانونی که خلق کردند امکان میدن که مردم بدون شورش و کشتار و زد و خورد و انقلاب و غیره قانونا حکومت ها رو تغییر بدن در نظام جمهوری اسلامی به هر حال اینی که من میگم پوسته ای ازش باقی نمونده برای اینکه مهمترین بحرانش بحران ناکارآمدیه هر طرفی میچرخه به دلیل ساختارش به دلیل همون تئوریهای های غلطش نمیتونه مشکل مردم رو حل کنه نه نمیتواند شغل کار امنیت به معنی واقعی در جامعه نه امنیت گورستانی مردم بزرگترین ترسشون از خود حکومت از معمور بیقانون حکومت امنیت به معنی نوینش که حاکمیت قانونه و آسایش مردم در سایه قانون معنی امروزینه امنیته نظام جمهوری اسلامی به قول قرآن خوف و جو این دو لغتی که مترادف به کار مره من خدا نیست که شما را آمن هم من و آمن هم من خوفت، اما هم من جو نظام جمهوری اسلامی در امنیت بخشیدن به مردم امن از ترس و از گرسنگی ناموفق بوده به اضافه خیلی چیزهای دیگه یعنی خیلی ناکارآمدی های دیگه که گفت گل بود به سبزا راسته شد حالا فساد و پول خوردن و نمیدونم تبعیض و غیره هم که نهادینه شده درش و اون مشروعیتش هم روز نخستی که به وجود اومده مشروعیتش رو سعی میکرد با مرجعیت تقلید در شیعه رهبری نمیدونم کاریزماتی و حقانیت تاریخی خود انقلاب ها و غیره این ساختار مشروعیتش رو خیلی محکم بکن به تدریج همه اینا رنگ باخته نه یک رهبر کاریزماتیکی وجود داره نه دیگه هنای به اصطلاح مرجعیت شیعه و مرجع تقلید مساویس با ولایت فقیه رنگی داره زمین که از آقای خامنه ای وقتی رهبر شد چون فاقد اینا بود فاتحه این حرفا خونده شد نه عرض شود که انقلاب و نقش تاریخی انقلاب ها دیگه رنگی باخته برای اینکه نسل عوض شد نسل ما که فکر میکرد با انقلاب یک راه نو پیش پای بشریت میگذاره شکست خورد در واقع و نسل جدید به روشنی انتقاد درست میکنه که آقا حسن اصل اندیشه غلط بود شما چه فکر میکردین و در نتیجه مونده اون مقبولیتی که باید داشته باشه بتونه مشکل مردم حل کنه که اونم نمیتونه به این دلیله که من عرض میکنم ولی بازم نظام... برای, برای فروپاشی کافی نیست ببینید نظام به موزامبیک بکنید تورم پنج هزار درصدی یا فساد تباهی استبداد مزاری آقای رابط بگا به سر پاس یعنی میخوام اگر تا اراده مردم به کار نیفته هیچ از این عناصر عوامی که شما برد اشاره برد کردید برد خودش خود به خود باعث فرو پاش و فرو ریزی نیست اصلا ابدا کاملا درست میفرمایید در زیمبابوه شاید یکی از بهترین مثال هایی است که میشه زد همه, همه آفریقا هم آفریقای جنوبی نشدند که مبارزات مدنی در اونجا به پیروزی رسیدن جاهایی که ساز و, و فرمول مبارزات رو رعایت نکردن اصولی که در مبارزات باید رعایت بشه مثل اتحاد برنامه ریزی حفظ دیسیپلین مبارزات مدنی و غیره به فیروزی نرسیدن اتوماتیک اصلا نمیشه من عرضم و در واقع نیمه کاره بود این مقدمه رو میخواستم بگم که امیدوارم با توجه به دید کلان تاریخی که نگاه من میکنم کشور ما به جایی رسیده که اگر این بار این نکته که شما میخواستیم بگیرین اینجا میخواستم حرف کنم این بار به همت مردم چون مردم ما بالاخره در این صد و چند سال گذشته دست کم سه حرکت و انقلاب بزرگ اجتماعی کردن اگر این بار به همت مردم با رعایت اصول و مدیریت مبارزات مدنی کوشش بزرگی مردم ما بکنن و این پوسه این حیولای به قول شما نظام جمهوری اسلامی رو من فرانکشتن بهش میگم کتابی هم که دارم راجع به انقلاب اسلامی نویسم یک فصلش رو اختصاص دادم به ساختار تئوریک این نظام که چگونه در واقع یک سلول معیوب خلق شده با چندین ژن معیوب توش تزریق شده و این مثال رو به کار گرفتم که بگم چگونه در واقع یک فرانکشتن خلق شده ولی از این چیزی باقی نمونده از این فرانکشتن یک فشار و به صلاح حرکت مردمی درست به شرط که از اصول مبارزات درست تباید بشه اگر این بار این مانع را از سر را برده من اینو مخصوصا میگم در مقابل کسانی که تئوریزه سعی میکنن بکنن که برای گذار به دموکراسی احتیاج ما نداریم با نظام جنگ کنیم مبارزه کنیم ما بعد خودش همین جوری بریم در درون جامعه کار کنیم و دموکراتیزیشن رو از پایین به بالا انجام بدیم البته اون کار درسته ولی لازمه ولی کافی نیست همزمان باید این مانع بزرگ نظام جمهوری اسلامی را از سر راه برداشت اون وقت وقتی این رو برداریم به نظر من با اون کارهایی که در درون جامعه باید بکنی و اتفاقاتی که افتاده در درون جامعه ما مثل رشد سوادآموزی رشد مشارکت زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مثل رشد صنعت در کشور ما رشد شهرنشینی رشد ارتباطات و غیرو این بار میشه امیدوار بود که ما اگر این مانع نظام جمهوری اسلامی رو برداریم با مبارزه که مردم میکنند دیگه بی‌بازگشت بشه به به دموکراسی و بیفتیم اول جاده ای که دوباره سر از استبداد و کودت خشن و غیرو در نیاریم دوباره سر از نظام استبدادی حالا به شکل دینی یا غیر دینیش در نیاریم و بیفتیم به مسیری که من اسمش میذارم اول جاده در واقع گذار درست به اصل مدرن و مدرنیته در روی کتابتون گفتید از کجا شروع کردید به کجا رسید بعد متدتون در بررسی ایران چی بوده من ننوشتم اونم... هنوز مشغول کنم یکی از بدهی هاییست که به دو تا چیز رو فکر میکنم اه. بدهی داریم ما به نسل جدید به هر حال درگیر یک حادثه ای بودیم به نام انقلاب اسلامی یکی خاطراتمونه که خب حالا شما هم دارید حمد میکنید و داریم سعی میکنیم نگهش داریم نسل ما بعد خاطراتمون رو محفوظ نگه داریم که به نسل جدید منتقل شد دوبام هم تحلیل و دیدی که در دریان حوادث بود در بنویسیم من کتابی که دارم راجع به انقلاب اسلامی و تئوری هاش می در واقع چند فصل داره که یک فصلش به بررسی تئوریک نظام جمهوری اسلامی میپردازه و ریشه مشکل رو میره که من ریشهش رو بردم تا عقل مدرن و عقلانیت مدرن عقب و مشکل اساسی دنیای اسلام رو سعی کردم باز بکنم که مشکلی که با عقلانیت و عقل مدرن داره و مسلمان ها هنوز سر سفره عرستو و عرستویگری نشستن و از اونجا بلاس فلسفی عبور نکردن و ب... یه... یه فصلش به حال به این اختصاص داره فصول دیگه ای هم داره که سعی کردم به هر حال توی این کتاب اه... که در حال کارم روش تدوین بکنم و اه... نظرم رو به هر حال گفته باشه دوست یکی بر یه پوسته از اون نظام به اصطلاح ابداعی آقای خمینی باقی مونده میخوام که وقتی برمیگردید به عقب در همون روزهای نخست انقلاب میستید چشتون میبندی چه تصویری داشتید از حرکت انقلاب آه. یعنی فکر میکردید مثلا امروز روز ما به کجا قرار برسیم اون شهر ببنید... آرمانی شما چه ویژگی هایی داشت چه خصوصیاتی داشت اولا در واقع اولین نکته نیست که ما در اون روزگاران به تبعیت از آراء چپ گراب بودیم و شریعتی در واقع یوتوپیست بود به قول کتابی که آقای رهنما راجع به زندگی شریعتی نوشته نمالی آر... آرمان شهر بودید بسید بله یعنی تصور میکردیم که ما میتونیم مهندسی کنیم یک جامعه آرمانی بسازیم یه آرمان شهر بسازیم امبروز همونشا بر پای قرآن بر پای قرآن اون موقع در ذهنتون بود تصورمون این بود که اولا خود انقلاب و زیر و زبر کردن دعوای سانیان ثانیا اینکه بله اون احکام فقهی رو اسلام همه چیز رو داره از قبل از تولد تا بعد از مرگ و ما این احکام منور رو که اجرا بکنیم جامعه گلستان میشه اصلا به چیز دیگه احتیاج نداریم ضمن این که در واقع ادالت خواه به معنی این بودیم که به ادالت رو به معنی یکسانی آدم ها تعریف میکردیم نه یکسانی شانس و فرصت ها در نتیجه یکی دیگه از نکاتمون این بود که باید همه چیز رو به تصاوی تقسیم کنیم به امید روزی که به قول آقای گل سرخی که گفته بود نان و گرسنگی به تصاوی تقسیم شود و این درکی که الان داریم از من دارم از تعریف عدالت به معنی یک شانس و فرصت یا درکی که از سازوکار جوامع انسانی دارم مثل بیشتر دیگه حالا میتونم میگم سر سفره امثال فون هاییک نشستم و اینکه اتفاقا یوتوپیا سازی اصلا نامقدوره همه کسایی که سعی کردن بهشت روی زمین بسازن جهنم خلق کردن و این این در کار اون مقطع دست کم بنده نداشتم فکر میکنم کسیری از انقلابیون هم همین جوری نگاه میکردن فکر میکردن میشود جامعه رو مهندسی کرد در حالی که جوامع انسانی هرچی رهاتر آزادتر باشد سازوکارش راحتتر حرکت میکنه و بهتر میره خودش رو تصیم میکنه حال اون مقطع تصور ت... و کلا اگر بگم آقای میبودی تصورات ساده انگارانه انقلابیون اسلامی داشتن از خود آقای خمینی شما کتابش رو بخونید و سخنرانی رو نگاه کنید تا همه بزرگان انقلاب اسلامی به نظرم در یه جمله خدای نکرد قصد توهین به کسی ندارم انقلاب اسلامی انقلاب بیسوادی بود یعنی آدم هایی که دستن در کار بودن البته غیر مسلمان هم آثارشون رو برگردید و بخونید آدم های بیسوادی بودن در دهه چهل روشن فکری ما کلا برگردید چون تئوری های انقلاب اسلامی در دهه چهل تدوین شد و تکمیل شد اصلا دهه پنجا نسل ما فقط اون حرفا رو به اجرا داره بود برگردید نگاه کنید آثار دهه چهل رو شما بخونید مسلمون و مارکسیست و غیر مسلمان و مارکسیست و روشن دهه چهل نگاه کنید تصورات بسیار ساده ای به جرأت من میتونم بگم یک دهه از یا دو دهه از روشن فکره همون روز دنیا عقب بودن داره چیزها رو اصلا نمیدیدن. نمیدیدن نخونده بودن با دو تا خط ساده رد میکردن مثلا جلال آل احمد اگر در کتاب غرزدگی گفته بود ما جون ماشین رو در شیشه بکنیم و صنعت رو بیاریم بسازیم قرض زدگی تموم میشه و نمیدونم هم خود من مفهوم قرض زدگی اشکال داشت اصلا حرف پیش پا افتاده و نادقیق و غیر روشنی بود هم اصلا نسخه که آل احمد گفته بود بعد از انقلاب اینم پیچیده شد واقعا یعنی صنعت رفت خود کفا بشه خیلی هم میلیارد سرمایه گذاری شد حالا من به بخش صنعت برسم عرض خواهم کرد و اصلا تعریف غلط بود یعنی درک از صنعت غلط بود خب متأسفم یه دقیقه بیشتر وقت نداریم خیلی حیف این بس باید حتما ادامه پیدا کنه ولی این یه دقیقه اجازه خیلی سریع یه سوال دیگه بکنم جواب کوتاه بگیرم از آقای دکتر سازگارا با هر مؤمن متقی طرفدار انقلاب صحبت بکنید از بپرسید که اون مدینه فاضله مورد نظر شما کجاست قاعدتا صدر اسلام رو مثال میزنن یعنی اغلب علاقه داشتن که اون دوران رو احیا کنن در روز روزگار بخوام ببینم شما همین تصور رو داشتید صدر اسلام اون, اون مقصد تصور می‌کردیم بله مثلا مدینه فاضله حکومت علی یا پیامبر در مدینه است و خیلی هم قلم فرسایی شده بود راجع به ولی بعدا من الان رو عرض می به روشنی الان میتونم به شما نشون بدم واقعا اصلا جامعه قبیلگی ساده کوچکی در مدینه که همه مدینه اون روز شما جمع بکنید تو دو تا کوچه تهران امروزی جا میگیره دو تا کوچه واقعا و یا در کوفه اون روز که علی بوده تو سه تا کوچه حد اکثر تهران جا میگیره و روابط قبیلگی که در اون جوامع بوده مال اون دوره است اصلا قابل تصریب امروزه نیست تشکر شماره با سوات ها در اون دوره در کل جزیرت العرب بوده 14 نفر مثلا بله بی... تشکر می کنم آقای دکتر صادق فوق العاده شنیدنی هم بحث رو به ایشون دنبال می